چگونگی بر رسمی شناخته شدن امارات اسلامی از دید جان بولتون. خبرنگاران: سخنگویان امارات اسلامی حاضر به دادن اطلاعات نیستند. اسطوره موسیقی افغانستان درگذشت. عملکرد دیروز طالبان کشور را عملا در تجزیه قرار داد. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری تولو نیوز. آقای بولتون در گفتگو با تلویزیون صدای آشنای امریکا مخالفتش را با بررسمی شناخته شدن امارات اسلامی ابراز کرده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، میگوید که اگر اروپایی‌ها امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند، امریکا نیز از آنان پیروی خواهد کرد که از دید وی این کار اشتباه بزرگ خواهد بود، زیرا طالبان به گفته او تغییرپذیر نیستند. آقای بولتون در گفتگو با تلویزیون صدای آشنای آمریکا مخالفتش را با رسمیت شناخته شدن امارات اسلامی ابراز کرده است. جان بولتون گفته است: من فکر میکنم که اکنون بیشتر آمریکایی‌ها متوجه شدند که راه رها کردن افغانستان به طالبان چی از نظر راهبردی و چی از نظر اخلاقی یک اشتباه واقعی بود. بنابراین بر رسمیت شناختن طالبان در چنین حالتی که تلاش برای بازگرداندن حکومت افغانستان به مردم آن کشور جریان دارد، کاملا ناسازگار خواهد بود. این سیاستگر کهنه‌کار آمریکایی می‌افزاید که مذاکره با امارات اسلامی آنان را مشروعیت می‌دهد. جان بولتون افزود: از دیدگاه من ایالات متحده باید رهبر باشد و باید فشار بر اروپا وارد کند و بگوید که ما این را نمی‌کنیم تا زمانی که فرصت برای ایجاد یک حزب اپوزیسیون واقعی افغانان را در سطح بین‌المللی نداشته باشم. از سوی هم شماری از آگاهان به رسمیت شناخته نشدن حکومت کنونی افغانستان را از سوی جامعه جهانی تجدید بحران فقر و فرار مغزها از کشور می داند. عبدالحق حماد، آگاه مسائل سیاسی، به طول نیوز گفت: از سوی بعضی از سازمان ها زیر فشار قرار دارند که با یک نظام اسلامی دنیا ارتباط نگیرد، اما من باور دارم که این کار می شود و قضیه افغانستان از این بحران بیرون می شود. اما امارات اسلامی به این باور است: هرگاه کابل از سوی واشنگتن به رسمیت شناخته نشود، هر دو طرف زیان خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، میگوید که بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست باعث صلح و ثبات در منطقه خواهد شد. آقای مجاهد گفت: اگر اروپا و امریکا امارات اسلامی را بر رسمیت میشناسد، به این معنا است که این در صلح، آرامش و ثبات در منطقه کمک میکند و اگر بر رسمیت شناخته نشود، به زیان هر دو جانب است. بیش از 6 ماه از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در کشور می‌گذرد. با وجود که برخی از کشورها در افغانستان نمایندگی‌های سیاسیشان را باز نگه داشتند، اما تا هنوز هم هیچ کشور حکومت سرپرست را در کابل به رسمیت نشناخته است. استاد گلزمان به عمر 84 سالگی درگذشت. گلزمان در سال 1318 در ولایت پکتیا زاده شد. او آوازخوان مشهور ولایت خوست بود، علاوه بر آهنگسرایی، نوازنده و آهنگساز نیز بود. در سال 1343 با رادیو کابل همکاری را آغاز نمود. گلزمان در سال 1361 جایزه آهنگسرایی درجه 2، در سال 1362 جایزه آهنگساز درجه 1 را در افغانستان به دست آورد. گلزمان بیشترین آهنگهای پشتو را در رادیوی افغانستان خوانده است. با صدای او بیش از 850 آهنگ در آشیوی موسیقی رادیو افغانستان و بیش از 80 آهنگ در آشیوی تلویزیون ملی افغانستان موجود است. روحش شاد باد. عملکرد دیروز طالبان کشور را عملا در تجزیه قرار داد. عبدالرؤوف شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: فراموش نکنید این همه به حرمتی به حریم شخصی شمالی ها توسط پشتون ها کشور را تجزیه می کند. خبرنگاران: سخنگویان امارات اسلامی حاضر به دادن اطلاعات نیستند. یکی از برجسته‌ترین نگرانی های دیگر رسانه ها حضور نیافتن سخنگویان امارات اسلامی در گفتگوهای سیاسی رسانه ها نیز به شمار می رود. هرچند با گماشتن سخنگویان در حکومت سرپرست امارات اسلامی خوشبینی ها از شریک ساختن به موقع اطلاعات به میان آمد، اما شماری از خبرنگاران میگویند که نزدیک دو هفته است که سخنگویان امارات اسلامی به علتهای ناروشن حاضر به دادن اطلاعات به رسانه ها نیستند.
به گفته آنها این کار اطلاع رسانی را با دشواری روبرو ساخته است و مردم از گرفتن اطلاعات باز میماند. جواد اعتماد خبرنگار گفت این روند رسانه ها را با چالش روبرو ساخته است. حکومت باید به رسانه ها پاسخگو باشد تا سوالات مردم حل شوند. نگرانی ها از حاضر نشدن سخنگویان حکومت سرپرست امارت اسلامی برای پاسخگویی به خبرنگاران در حال ابراز می شود که پیش از این امارت اسلامی اعلام کرده است که قانون رسانه های همگانی دولت پیشین اجرایی است و حکومت سرپرست امارت اسلامی متعهد به عملی ساختن آن است. صاحب الدین صمیم خبرنگار می گوید سخنگویان به خاطر دادن کلیپ های خبری حاضر نیستند، بهانه می کنند که خارج هستیم و یا پیام را در واتساپ می بینند اما جواب نمی دهند. در همین حال نهادهای پشتیبان رسانه ها با نگرانی از عدم دسترسی به اطلاعات می گویند که حکومت مکلف است تا اطلاعات را با تمام رسانه های کشور شریک بسازد. مسرور لطفی مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت طبق یک برنامه منظم و منسجم اطلاعات را به موقع در اختیار رسانه ها قرار بدهند و به این نگرانی مردم و جامعه رسانه ای که دسترسی به اطلاعات است و با کندی مواجه است پایان بدهند. یکی از برجسته ترین نگرانی های دیگر رسانه ها حضور نیافتن سخنگویان امارت اسلامی در گفتگوهای سیاسی رسانه ها نیز برشمار می رود. با این هم با تلاش های فراوان موفق به گرفتن دیدگاه امارت اسلامی در این باره نشده ایم. گزارشی از خبرگزاری تولو نیوز. ادامه وضع تحریم های جهانی علیه روسیه، ژاپن دارایی 3 بانک روسی را مسدود می کند. خبرگزاری سپوتنی گزارش داده است که وزارت مالیه ژاپن دارایی 3 بانک روسی را مسدود خواهد کرد. شونیچی زوکوکی وزیر مالیه ژاپن اعلام کرده است که کشورش دارایی های 3 بانک روسی را که در ژاپن است منجمد خواهد کرد. بانک روسیه RF, VEB و پرنسیفا بانک از بانک هایی است که این تحریم ها را شامل می شوند. سوزوکی گفته است که این تصمیم را در چارچوب تحریم ها علیه روسیه گرفته است. این در حالی است که نخست وزیر ژاپن بامداد چهارشنبه 23 فوریه پس از اعمال تحریم علیه روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کرد که به این تحریم ها می پیوندند. گفتنی است که کانادا نیز تحریم های بالای روسیه وضع می کند. به تازگی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کرد و گفت که کشورش اقدامات بیشتر را برای توقف تجاوز بی‌مورد علیه روسیه روی دست می‌گیرد. بحران اوکراین، بایدن با پوتین دیدار نمی‌کند. جنسا که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه برای نشست رؤسای جمهور آمریکا و روسیه وجود ندارد. سخنگوی کاخ سفید گفته است که دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه که پیش از این مورد بحث قرار گرفته بود دیگر در برنامه نیست، اگرچه دولت ایالات متحده درهای خود را برای دیپلماسی نمی‌بندد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز از لغو دیدار خبر داده است که قرار بود در 24 فوریه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار شود. این در حالی است که قرار است آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه وضع کند. این تصمیمات پس از آن اتخاذ می شود که با اوج گرفتن بحران اوکراین در پی بر رسمی شناختن استقلال منطقه دونباس از سوی روسیه تنش میان مسکو و واشنگتن به صورت کم سابقه تجدید شده است. بسیار از تحلیلگران که این وضعیت نشانگر آغاز یک جنگ سرد جدید میان دو قطب قدرت به حساب می آید و برای صلح امنیت جهانی نشانه خوبی نیست. گودریش افراد زیاد مردن، حمله به اوکراین را متوقف کنید. در ادامه واکنش ها به دستور حمله پوتین بر اوکراین، دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف این حمله شده و از روسیه خواسته تا نیروهایش را از اوکراین بیرون بکشد، زیرا به گفته او افراد زیاد در این آن در آنجا کشته شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.